کازم آقا هنوز نخوابیدی؟ خواب از کلم پریده. برای چی؟ هیچی که نمیشه. گفتم که اشرف تو از حرفای داداشی سر در آوردی؟ وا مگه داداشی چجوری گفت که سر در نیارم؟ چجوریشو نمیگم، چی گفتنشو میگم. داداشی حرفای زیادی زد، کدومشو میگی؟ همین قضیه ارث و میراث دیگه. من که میگم دست به ترکیب هیچی نزنی، مگه همجور که تا حالا بوده چشه؟ یعنی میخوای بگی بعدت میاد صابخونشی و مالت زیر سر خودت باشه؟ چه فرقی میکنه؟ فرقش اینه که خودت اختیار دارشی. مگه الان اختیارشو ندارم؟ نه، مگه نمیگفتی اتاق واسه نازنین درست کنیم؟ مگه نمیگفتی اسباب اساسی بچه‌م ولو همینجوری سیسمونی که بیبی ارده داره در بداغون میشه؟ کاظم آقا بی خود بهانه در نیار، خودت گفتی این اتاق بزرگ رو تیغی میکشم از این دیوار پیش ساخته که چه میدونم. بله، ولی الان بخوایم دست به ترکیب این خونه بزنیم و باید بریم شهرداری دنبال جواز و این داستانا. جوازم که بخوای بگیری باید کل این خانواده رو ببری معذر ازشون وکالت نامه بگیری. نیست خونه به نام همه است؟ خب آره، خونه همه به نام همه است. بله، بعدش هم قراره تو هر خونه که هستیم به ناممون بشه. خب مگه بده؟ خودت گفتی مالت باید زیر سرت باشه اینجور حرفا. اشرف جان تو اون خونه دنگالو با این خونه قد غربی یکی میکنی؟ قربونت برم یه پذیرش میرزه به کل این سه تا خونه. حالا منظور؟ هیچی، فقط میخواستم بدونی برای چی خوابت کلم پریده. همین. همه جون تو فکری؟ من؟ نه یعنی راستش تو فکر حرفای داداشیم. نمیدونم چه احتیاجی بود این همه سال این همه دفتر دستک و نگرده. همه میدونن داداشی چی کار کرده، حساب پس دادن لازم نبود. بله، همه میدونن داداشی برادری رو در حق همه تون تموم کرده، اما آدم ها رو نمیشه شناخت همه جان، گیرم که پاره تنت باشن. فردا پس فردا اگر حرف و حدیثی پیش نیاد خوبه همه. چه حرف و حدیثی؟ چه میدونم، آدمیزاده، آدمیزاده شیر و خام خورده است. مگه کسی چیزی گفته همه؟ نه، مجالش نبود. یکم دندون رو جگر بذار. خدای محمد کنه که حرفای من همه غلط از آب در بیاد، ولی این بلا سر من آمد. چرا از خانواده شوهرم بریدم؟ یعنی بروندنم. وا خان جون، شما برادرزادهای خودتو با برادرهای آقام یکی میدونی؟ زمین تا آسمون با هم فرق دارن. اتفاقا آدم پاری وقتا از جایی میخوره که توقع نداره.
همه که یه جور نیستن همه. نهیدین داداش محمد باقر چی میگفت؟ میگفت ما مثل انگشتای یه دستی، کسی جلومون وایسه مشت میشه. آره ولی انگشتای یه دستم با هم توفیر دارن همه جان، هر کدومشون یه شکلن، همه شکل هم نیستن. قبول باشه بی بی؟ انشالله. نماز چه وقت هست؟ نماز شکر بوده. نماز شکر برای چی؟ برای همون چیزی که تو امروز به خاطرش روزه گرفتی. محمد علی، هر وقت شما منو به اسم صدا میکنی حتما یه حرف اساسی داری، یه حرف حسابی. پس یعنی من حرف ناحسابی هم میزنم؟ آره استغفر، من که یه هم چیزی گفتم مادر جان؟ قربون اون دل نازکت برم. خدا نکنه، خدا خیرت بده که به همه قولایی که به آقات داده بودی عمل کردی. اما دیدی گفتم یه چیزی هست؟ دیدی؟ شیطون نشو، بذار حرفم بزنم دیگه. چشم، بفهم جونم. تو غیر از آقات به یه نفر دیگه هم قول داده بودی، نریز. خدا رو شکر یادت نرفته. نه، ولی به قولی که با آقام دادم تمام و کمال عمل نکردم. هنوز مونده محمد امیر بره سر خونه و زندگیش. بهونه نیار، فکر اونجاشم کردم. شب جمعه قرار بریم با عمه بتول طرف بزنیم. چرا شب جمعه؟ عجله داری؟ ابریشم رو آتیش داری؟ ما در ساعت دیدم اون شب خوبه. شالا مبارک. ولی شما که با عمه بتول حرفاتون رو زدین؟ اون حرفای مادرونه است، رسم و رسومه که نمیشه زیر پا گذاشت. آره خب، هر جو صلاح میدونم. بعدش هم نوبت توه. عمه بتولت میگفت همون شب حرف میندازیم، عموت هم که هست. تا یکی دو ماه دیگه هم نیلوفر درسش تموم میشه، کنکورش میده. بعدم اگه خدا بخواد جشن عروسی هر دوتاتونه تو یه شب تو همین خونه میگیریم. نه بی بی جون، حکایت من و نرگس فرق میکنه. محمد امیر و نیلوفر جوونن، دوست دارم براشون جشن بگیریم، دادار و دودور را بندازیم. اونا که به وصل هم رسیدن منم دست نرگس رو میگیرم میام اینجا. وا، مگه من میذارم دختر این همه سال به پاد نشسته، اون وقت تو اینجوری میخوای جوابشو بدی؟ آخه بیبی خوبیت نداره آخر پیری ادای جوونا رو دراریم. مگه تو پیری؟ تازه نرگس چی؟ این همه مدت به پاد نشست، مردم چی میگن؟ میگه همه این سالا به پاش نشست، بعد آخر سر مجبور شد بگیرتش، یواشکی هم ببردش تو خونه. این پنبه رو از گوشت درون محمد علی. یادت رفته بابا چه نقشه و سرسی تو نرگس داشت؟ خدا رحمتش کنه. توکل به خدا، ببینیم چطور میشه. خسته هم شدهش رسوندیشون؟ ای تو چرا اینجوری میکنی؟ ناشی مخلصت چیه؟ ای من قرار طوریم بشه؟ خدا نکنه، فقط میخوام بدونی اگه یه وقت کسی تو روت وایسه، کسی به شما چپ نگاه کنه، برواقع خاک آقام روزگارش رو زیاد میکنه. چی داری میگی تو؟ طوری شده؟ کسی حرفی زده؟ نه همینجوری. منو بگو فکر کردم از نقشه بی بی سر در آوردی ذوق زده شدی. چه نقشه بی بی؟ هیچی، بعدم بهت میگم. جونه داداش بهش بگیم بی بی؟ قرار شب جمعه بریم خونه عمه بتول. بله برون. همین شب جمعه؟ آره داداش، هول نشو. مگه عبیشان چیکار میکرد؟ رو آتیش داری؟ آره آره دیگه، خیلی بیشتر مخلصت هم داداش. امون از دست خوشت ما سنگر نگیر. من نوکرت هم بیبی.
عباس چشد افتاد به تسبیح آقات فیل یاد هندستون کرد. نه نه، داشتم به این رادیو فکر میکردم. یادش بخیر، آقام که بود بعدش هم دور این رادیو جمع میشدیم قصه شب گوش میدادیم. جای من همیشه رو پای آقام بود، انقدر امن و راحت بود که همیشه وسط قصه خوابم میبرد. صبح هم بعد بلند میشدم دنبال داداشی محمد باقر میدویدم آخر قصه رو میپرسیدم. آقام ناغافل رفت، خیلی ناغافل. اگه داداشی نبود، داداشی 1000 از کارهایی که برای ما کرده به زبون نهی بود. سلام بر جمیع آقایان. سلام علیکم. خوش آمدید. خوش آمدید. من که نزدیک خواب بمونم، اگه بی بی صدا نمیزد خواب مونده بودم. بابا بعد میگفتیم شب جمعه که فرداشم تعطیل باشه بخوابیم. بابا جون همیشه شبون یه برم رمزون. ولی خیلی خوش گذشت. ولی خیلی خوش گذشت. من تو عمرم اینقدر نخندیده بودم. چقدر حال کرد. خیلی خوش. یه دو تا اشکم واسه آقامون ریختیم. خدا بیامرزدش. من که اینا موی کبوتر یا یاکری خوش خوشم. آره خدا بیامرز آسد یوسف و با این تیرو طایفه با حالش واقعا. آره از ده تبسه اگه تو به تیروشون نمیخوردی معلوم نبود چه جلنبوری بودی تو اینا گیر بودی. ببسته در پیام آدارش دیگ به دیگ میگه رود سیا. ولی خداییش دیشب شب با حالی بود. تا چجوری بهش نگاه کنی با جناب، این وسط کلی خیرات شد، یه تریشه و سخونو بدون گوشت هم نصیب ما شد. ببینم کاظم جون، تو چرا همش از این شیکمتو داری؟ منظورم شیکم نبود با جناب، انقدر شیکمی حرف نزن. ببینم کاظم، منظورت چی بود؟ کدوم تریشه؟ وایساد این حرف میزنی وقت نماز میگذره. چشم بی بی جون، خدا سایه شما رو از سر ما کم نکنه. به جنب این قضا میشه نمازتون. محسن، منظور کاظم چی بود؟ چرت و پرت، به کاظمو نمیشناسی، زبونش عین زبون گربه زبره. با محمد باقر، این کاظم عقلش تو پاشنه پاشه، بیاد از این هیکل بکشه بالا برسه اون کلش طول میکشه. نه اونم تازه اگه بکشه که نمیکشه. سلام علیکم. سلام. جمیعاً صبحتون بخیر. صبح شما هم بخیر. آقایون گرام، سروران عزیز، امروز ناشتایی مهمون منید، اونم به کلبچه چرب و چیلی با نون سنگک دو آتیشه دو رو خاشخاشی. بسم الله. شیرت بگم که چند گفتم بده من. این محمد حسن از هر چی غذای چرب و چیلی و چرب و شیرین خوشش میاد، واسه قلبت ضرر داره محمد حسن. ببینم گل بزای، حالا تو کی پاشودی که صبح به این زودی زدی بیرون؟ خوابیدم عباس. شرد بادم تا خود خروسخون نخوابیدی. عیف در سلواتیه، اینه او خودمیه. دلیه دیگه، پسرهای آج یوسف همشون همینجوری هم با دلشون فکر میکنن، با دلشون هم عمل میکنن. آقایون داخل میبینم اتون. بابا جلال
جلال. مخلصیم، بفرما. آقا جون تو دوا دستگاه تو زنهش پیدا میشه؟ چی شده؟ داداشتون ناپریزی کرده؟ تو زن یدکتون تا کشیده؟ نه نکشیده. تو انبار چیدن تا سه. منتهاش یه پارتی سفارش داریم، باید به کوب کار کنیم تحویل بدیم. تا بخوان از انبار بیارن طول میکشه. همونجا اون پشته برو بردار. شما که سفارش داشتین چطور دیروز نصف نیمه تعطیل کردی؟ آخه دیشب شیرین خانون تحتواری یا سید یوسف خدا بیامرز بود. اینه که بیخیال کار شدیم و دوره هم یه حال و حالی کردیم جای شما خواهیم. دوستان به جای ما. پس بالاخره آخریشون هم به عرصه رسیم. خب دیگه چه خبر؟ خبره که قراره همین روزا داشی کل پاساژو بخره. شما هم بهتره دنبال جا بگردیم. چی شده؟ داداشی گنج پیدا کرده؟ خیلی وقته. چطور تو خبر نداری؟ دیشب هم همه رو جمع کرده بود که اینو بگه. چیو بگه؟ که قراره به کار موسعد به دوانی حرفا بودم آقا جلال. بهتره تا دیگه نشده شغل تو عوض کنی. میترسم ورشکست شی. یا میدونی که این بازار تریکو تو چنگ داشیه. داداشی زورش به هر کی برسه به من یکی نمیرسه. تا سر دارم سر میشکنم. پس بچرخ تو بچرخ. من نمیدونم این وسط چی به تو میرسه که اینجوری سینه تو سپر میکنی. اونا چند تا برادرن حالو؟ ولی خواهرم دارن که یکیشم عیال ماست. میونه دهتای اونا یکی تو چاقال بادومه، نوبر بهاره. تو یه تقلایی برای خودت بکن شازده. اونا بالاخره گیله میشونه از آب بیرون میکشن. بلش کن آقا جلال، بیا اینا رو بزن سردید نشه. شیرینی محمد امیره. حالا دختره کی هست؟ غریبه نی، دختر عموی خدا بیامرزته، نیلوفر خانوم. آقا جلال از انبار اومد، دیدم بچه رو بیارم. خدا حافظ. بیا، همه مدارکی که برای انحصار وراثت لازمه اینجاست. میبری دارایی، تقاضا میدی. اون وقت تقاضا رو باید خودم بنویسم؟ نه دیگه، یه فرم میدن فرم میکنم. باش محمد امیر، حواست رو جمع کن داداش. دلم نمیخواد از این کش و قوس پیدا کنم. چه کش و قوسی؟ این مدارک بالا و پایین بشه همه کار رو باید از اول شروع کنی. این یعنی کش و قوس. داداشی چشم. بگو چه میخواستی بگی؟ بگو. هیچی میخواستم بگم. تا حالا حواس پرتی از ما دیدی؟ اما اگه از این به بعد حواس پرتی نداشته باشی یک بند داری. من نکردم داداش. برو با اجازه. برو به کارت برس. امیرزا خدا حافظ. خدا حافظ گوش پسر. از بغل بدی. یا میرزا چایی میخوری؟ دستم بنده، الان خودم میام میریزم. بشی یه نفس چاک و من خودم میریزم. آقا عرض کردم دستم بند بود، خودم میومدم میریختم. دل واپسم میرزا. دل واپسشی؟ خودم هم درست نمیدونم. شاید بخاطر همین جریانه که تازه را انداختی. نمیدونم. آقام خدا بیاموز بهم یاد داده سر پای خودم بایستم. اختیار کارگاه رو داده بود دست من. چقدر نخ بخرم؟ اکی بخرم؟ به کی نصیه بدم؟ اکی نقد بخرم؟ اما حواسش هم به هم بود. من وقتی توی یه کاری دودل می شدم یا شک داشتم باش مشورت می کردم، ازش نظر می خواستم. حالا هم دودل شد؟ نه، کاری بود که باید می شد. حرف دلتو بزن، چی می خواهی بگی؟ یه روزی یه هو پیش میاد. شب نمازو می خونی، سر حال و سالم میری تو رخت خواب، راحت می خواهی. اما صبح که پا میشی میبینی سردماغ نیستی، یه حال دیگه ای. دهن تلخه، یه جایی در درد زغزغ میکنه. اما امروز روز دیگه ای و تو آدم دیروز نیستی. دیشب شب خوبی بود میرزا، اما صبح که پا شدم دم یه حال دیگه هم. یه دل واپسی با هم. از حضور شما به دلت بد نیار، ولی سمندر باش. خاک بد میداری باید حواست باشه چشاتو باش نمیدونی کجا میذاری.
موضوع با آدم های دوروبرت هم باید باشه. بابا یه دستن اساسا خوش ندارم خوبی شما رو ببینن تو همین. ببخشید داشت یه زحمت بکشه که به فسن با سوزن تموم کردی. حالا لنگی؟ نه واسه رفاجت از آقا جلال گرفتم تو بیارم پس بده. از اون چرا؟ خودتر به خودم میگفتی شما نباید حساب کار دستتون باشه. خب یاد جلوتر پیش میاد دیگه داشی. همه مثل شما نیستن که ماشالله حساب کتاب همه چی دستتون. باشه میفرستم از انبار بیارم. شب با داداشی حجت تموم کردم. عروسی توی شب میگیریم. میگم قشنگ حبیبی جون. برادر بزرگه و برادر کوچیک توی شب دوماد میشن. وسطی ها زرنگتر بودن. چه دختر چه پسر. ولی بچه محمد امیر توی شب هیچ نخوابید. همش این دنده اون دنده شد. اونای دیگه هم بیخوابی زده بود به سرشون. مثلا کیا؟ نمیدونم همین جوری گفتم. ولی کاظم آقا که به حرف اومد. چی گفت؟ نمیدونم. میگفت این خونه کوچیکه، اون خونه بزرگه. از این چیزا دیگه. وا، چه حرفا. البته عزم جو من که به حرفش اهمیت ندادم. کاظم آقا هم دنبال حرفش رو نگه. بعدت نیاد آبجی. ولی این شوهرت خیلی خانه زندگه. وا، عزم؟ خسته نمیشم. به به با جناق نور چشمی چطوری؟ مثل پولا تو دوری. بیاینم سوزن. بگو سوزن اجون کازم بگو سوزن. آه کپکت خروس میکنه عباس آقا. این چیه؟ من از این شبچرها خیلی خوشم بگم که همه فامیل دارم جمع میشم میگم میخندم خیلی با حاله بگم. آره همون به شرط اینکه در واقع صد نشون دادن نباشه و یکی نخواد این وسط با این شبچه را و نره من قلیب هم بازی ها شیره سر من را تو بماره. حالو افشنبه شیره بماره. ببینم تو چرا هر حرف رو میخوای بزنی دور سرت این میچرخون راست حسینی بنال بنام چی میخوای بگی دیگه؟ ای خدا آخه من چجوری حالید کنم عباس شون تو بگو تا بگی بیا تو بگی بیا دیگه برو اومدم. سلام علیکم آقا عمو هست؟ نه رفتم مسجد نماز الان دیگه میرسن بیاین تو. نه دیگه باشه بعدا میام میبینم. چرا الان میام؟ نه حالا. آها دیدی اومدن.
درسته، ولی چرا اینقدر با عجله؟ بیبی عجله داره، میگه زودتر برن سر خونه زندگیشون بهتره. خب آره، اینه که راست میگه. بیبی اصرار داره بله برون و اینجور چیزا با تشریفات کامل برگزار شه. تا انبتو یه بار خود نکره خیال نکنه، حالا ما نه. چون فامیلیم و انبتو لره این حرفا نیست، ولی خب میدونی بیبی هم راست میگه. نیلوفر پدر نداره، فامیلای پدریش هم دندون تیز کردن گزک بگیره. خب میدونی هم بتول هم یه کمی دل نازکه. بیبی میگه شاید هم بتول رو دروازه داشته باشه، به خاطر همین گفت شما باش صحبت کنید ببین مزه دهنش چیه. که بار خدای نکرده تو مراسم بله برون دلخوری کدورتی چیزی پیش نیاد. باش، من با آبجی حرف میزنم. دستت درد نکنه. خب عمو جان من دیگه برم. داری میری؟ با اجازه شما. شما هنوز نیومده داری میری؟ میوه آوردم. زحمت کشیدین، دست شما درد نکنه. با عزتون، خداحافظ عمو جان. خداحافظ محمد علی. میشناسیش که؟ آره همین فرهنگیه دیگه. آره یه چند ماه یه بازنشست شده، زندگیش نمیچرخه. یه پسر دختر دانشگاه آزادی داره، باید کلی شهریه بده. البته بنده خدا چیزی به من نگفته، اما نمیخوام کسی بفهمه، بین خودمون باشه. گفتم اگه یه کاری براش دست پا کنی خیره. باش آقام، تو انبار میتونه کار کنه؟ اگه کارش سنگین نباشه. آره نه سنگین نیست، باید پای تلفن بشینه نخود و کسوزن که خواستیم بفرسته کارگاه حساب کتابش هم داشته باشه. آره عمو جان بهش میگم. خیلی خوب، بفرستینش کارگاه صحبت کنیم شاله بشه کاری کرد. خدا خیلی قربونت برم عمو جان. خدا حافظش. خدا نگهدار. درست بود؟ درست مثل خوده. خدا بدارک. پای زد تا همیشه به گردش آقا. رفته بودم دکتر، جای شما خالی. دوستان جای ما. خدا بد نده. چته مگه؟ خدا که بد نمیده اگه بنده گونه خدا بذارم. ما دیگه یه پامون این ور گوره، یه پامون اون ور. منتظریم ببینیم کی میافتیم تو شو. خلاص این حرفا کدومه؟ من جنازه‌ای رو می‌شناسم که 100 سال عمر می‌کنم. شما که جای خود داری. ما تا رفقایی مثل شما داریم، دیگه دشمن می‌خوایم چیکار آقا جلال؟ کوتا بیا داش احمد، ما خودمون رو به قبله ایم، یعنی دارن رو به قبلمون می‌کنن. چطور مگه؟ قرار وبا بیاد. به اومده خبر نداری؟ برو خودتو به دکتر نشون بده، اوضاع خیلی خرابه. نشنیدی مگه از همینجا بیخبر؟ چیا؟ خبرها رو دیگه. قرار جارومون کنن بذارنمون دم پاساژ، شهرداری بیاد ببرته. کیا؟ داداشی و داداشاش لقمه برامون گرفتن حلاحل. چطور مگه؟ احمد آقا ساده نگیر، دیر به جنبیم افتادیم گوشه زندان رفته پی کارش. اون وقت آقا جلال راست حسینی بگو ببینم جریان از چه قراره. هرچند از تو توقعی راست و حسینی داشتن، توقعی بی جایی. خیلی خوب باشه، حالا تو همه به ما تیکه بنداز. ولی وقتی این یارو محمد علی اومد و گفت چکاتون تو بازار جمع میکنم، تو هم کلید حجره رو بذار و برو، اون وقت میفهمی من چی میگم. باز چه نقشه ای کشیدی آقا جلال؟ من چه نقشه ای کشیدم؟ تو هنوز عبرتت نشده؟ چی عبرتم نشده؟ ببین، تا حالا دو دفعه با این برادر سرشاخ شدی و خواستی خرابش کنی، ولی هر دو دفعش رو سرت خراب شده. اگه معرفت محمد علی نبود الان یه ورشکسته فراری بودی. بازم برات عبرت نشود، را افتادی رفتی سر خونه یه اوله. اولندهش تا سه نشه بازی نشه. دومندهش این دفعه این من نیستم که نقشه کشیدن، اونه که میخواد پا بذاره رو دوم به ما. خب دوم تو جمع کن، من نمیدونم تو چه دشمنی با این طایفه داری. حالا باز خوبه یه نسبت فامیلی هم با هم داری. چه فامیلی؟
یه وقتی عمش عیال عموی خدا بیامرز من بوده، اونم که 13-14 ساله میشه مرده رفته پی کارش. من نمیدونم تو چه دشمنی با این طایفه داری. تو چرا حالیت نیست؟ گفته میخواد بازار رو قبضه کنه، رقباشو بندازه بیرون. منظورش هم از رقبا فقط من و تویی. بلاغی محمد علی اهل این حرفانی؟ کل کل کردن با این طایفه رو از بابای خدا بیامرزت درست بود، اونم با بابای اینا کردش. حالا هم نوبت توست. نخیر، من هرچی میگم به خرجت نمیره. آره بابام با باباشون کل داشت، نیمچه فامیلی هم با هم داری. خب این چه دخلی داره؟ باشه گوش نکن، ولی مطمئنم یه روزی میرسه که با افسوس دست روی دست بزنی و بگی ای داد، یه روزی جلال همه اینا رو به من گفت اما من گوش نکردم. حالا چی میگی؟ ببین داشت من، این دفعه با دفعه دیگه فرق میکنه. ما میتونیم همچین پشت پایی بهش بزنیم که سکندری بره تو دیوار نتونه قد راست کنه و ندونه از کجا خورده. چجوری؟ این شد یه چیزی. گوش کن تو برای